ساتن خدای دې کلر آباد ماشالله واد ګل ماشالله واد ماشالله واد ګل ماشالله واد مونږ دې کړ ساتن خدای دې کلر آباد ماشالله واد ګل ماشالله واد ماشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو د لاروی خبرونه د اوزه محمد عمران بهادر مو کوربتوب کوم. دا ځل غواړو چې په لاروی خبرونه کې تاسو ته ګلغونډۍ په تصویر وباسو چې په اوسنی موسم او اوسنی وخت کې ډیر نوم لري. ګلغونډۍ د ګلغونډۍ ښکلاوې به تر تاسو پورې درسو. هیله ده تر پای ملتیا وکړئ. د لاروی خبرونه له موږ سره یو ځای وګورئ. ماشاءالله واد ګل ماشاءالله واد ماشاءالله واد ګل ماشاءالله واد شایخ چې نلرې څشکلې درې لرې شایخ چې نلرې څشکلې درې لرې عشق دې امنوي او وړو دې آزاد. سلام علیکم. خوبستین؟ بخیر آمدین. الحمدلله شما خوبستین. جو آمدین بخیر. از کابل آمدیم. خب چی باعث شد که اینجا آمدین؟ همین رفیقا باعث شد، گفتن میرم گلغوندی. گلغوندی خب بسیار خوب. چند نفر آمدین؟ همین سی موتر هستیم، تقریبا یک 13 نفر خو از کابل آمدیم، یک چند نفر اینجا منتظر است دیگه. گرزو په دزای کی گرزو بیا تاس خاتم درزو چی تاس چی رکنی؟ اوس مو سر ندی پیدا کړی دا فریدون مرا اوس ده فریدون نفر رو کړه. یعنی خپل منځ کې نفر نه هغه چرته کوم ځای نیول ده. اوس مو ګورته دی رنجر موټر سره یو هغه رنجر موټر خو مخ کی دی. نو نه پوهېږم دا موږ نشي پیدا کوی. اوس ورته ودرو دا خیر سره شي پیدا هم کړي ملګري په پیدا کړي. ګلغونډۍ نه تر دې ځایه چې دا تر ګلغونډۍ پورې چې راغللی سفر څنګه و؟ ښه و ماشاءالله، سفر ډېر ښه و. خوراکي توکي هر شی مو راوړي دي؟ هر څه مو راوړي دي. نو دیګ هم پخوئ؟ انشاءالله. شپه درکړي څوک دی؟ موږ داسې هغه نوم د څه شی دی؟ انجینر صاحب عبدالمتین د بغلان یو اوسېږو. اوس لپاره مسؤلیت هم په کابل کې ده. نن راغلو دې خواته چکر خواته داسې ځای هم نه و لیدلی. نو راغلو وی وینو نږدې نه او بل د چکر موسم ده، پکې چکر ولګو میله پکې وکړو. ګلان هم فکر کړم لږ څه هغه شوي دي، خلاص شوي دي په اصطلاح؟ خلاص شوي دي و چې ورته ګورو ډېرې وجه سره. نو تاسو هم چکر ووایه وګرځئ، موږ به هم دغه یو څو تصویرونه واخلو، بیا درځو ستاسو خوا ته، درځو بیا به کیسې کړو. موږ سره به له خیره سره میله مو کوي، ډوډۍ به راسره وخورئ او بس ښه بس داسې بنډار بنډار به وکړو. صحیح، ډېره مننه. خیر سي. سلام مش جوړ خیرات بخیر خیر جوړ بخیر. تاسو نوم؟ زما نوم وحید الله. یا وحید الله جان، آشپز دی تاسو؟ خب کوم جهاز آشپز دی؟ چی بخوی درته؟ وساګی پخې به التم غخه راوړې روش پخې. سهار چای ملانه د چکلې. ښه ښه، زه به د ورځ څنګه ته ورشم. څنګه د اوګي هغه پختن سخت که آسانه؟ نه آسانه نه، د خواتي خبره ده کوم مشکل نه لري. هر شی که هغه غون آسانه وای خو به خي مشکل نه. والا دتیا وای نو سهار چای مول نه د چکلې کوم ځای نه راغلی؟ چای خو منګه له کابل راغلی، لکه بلاره نه وخت سره دلته غاز خراب و سرګازي سرګازي مشکل و. هغه مو سیرا سره حل دتیا په سفر کې دا مشکلات وی کله غاز سر خراب وی کله کچالو مو واخیسته هغه مالته په سره خواجه کې هېر دا سفر همدغه خوږې کیسې وي، همدغه خاطرې وي. قدرمن لیدونکو، دوی هم کابل نه راغلي دي او چای هم نه دی څښلی. اوس نو دومره وخت نه و چې تاسو چای څښلی وای؟ نه، په لاره کې خو م سمبوسې او چپسو دا شیونه هم واخیستل. لږ وختي موږ اته نیم بجې لږ جن حرکت را وکړه او تر دې چې راتلو طبعا لاره کې هم لږ بیروبار و دغه له وجه نه لږ ناوخته سواله.
ټول د هغه چورتي معلومیږي د څه د څه چورتي د لپاره هم سبب چې لږه جای راغلو دلته چې راغلو که چالم صاحب هلته واخیسته هغه هم دوکاندار ته ویلې موږ بیرته راځو هغه هم حاصل یاد ووت دلته چې راغلو بیا ګاز خراب و بیا دیګ بخار صاحب بیا واشل نه درلوده هغه هم له یاده وتلی و اوس باز انډیوالان هم ولیږل چې واشل هم راوړي وچه ډوډۍ هم راوړي او زه تي له خیره چکر لپاره راغلی و وخت تیریږي دغه کیسې او دغه شان چې په میله کې پیښي ډېر جالب وي موږ یو ځای ته تللي وو میله مو کړله بیا هلته چې ولاړو ټول وسایل مو وړي د پالتو قطای مو نه وړی چې اور مې لګولی وی آخر په ډېره سخته مو بیا یو لیتر پیدا کړو چې اور ولګو نو تا په کچالی پسې ډېر چوت خراب دی نه کچال نه ما دلته انډیوالان صاحب دلته انډیوالان ټول په تمه ناست نامې خدا شل نفره راغلي وو دو هر یو له ناری وای دا تاسو میمونی دا دا تاسو میمون نوازی دا چې دلته راستي لیو تاسو درک نه لري نه خیر ان شاء الله دا خو اوس ګور یو ځل تاسو بیا سهار چای ورکوي دوی ته بیا بغوا کا ورته بخوي نو دومره قدردانی چې کړی نو دا خو ته په لار شریخ ورکه او شریخ مسی او خور بدلغه له خیره بیا چې تر غوڅ خپل کورو ته ځو مخام کیږي واته بجی له خیره بیرته کابل ته ورسی حاجی صاحب نو حاجی صاحب طرف ته مو ورشک څنګه دی خو مهرباني وکړه سلام علیکم سلام علیکم اجی صاحب ما چې ته ولیدلې بله ما وی اجی صاحب سبا اول خبرې وکړو خو بیا هلته ځوانان په مستۍ راغلي وو ما وی چې دغه څه خبرې وکړو نوم مبارک مو کوم ځای نه راغلي ظریف خان د راغلي له کابل نه یو د کابل د کوم سیمه نه د تایمنه له سیمه نه ډېر ښه کورنۍ غړي دي ورونه مې دي تره زمن مې دي د موما زمن مې دي خورزاده مې دي هم دا خپلوان ټول سره سره خواند کړی چې داسې کورنۍ د فامیل د غړو سره مشري په غاړه لري او ورسره دغه میله کوي څومره خواند ترېاخ یعنی موږ هره جمعه یوه میله لرو یوه جمعه پس موږ ځو یا قرغې ته ځو نن دلته راغلو نن د کوم ځای د لیدونکو ته د ګلغونډۍ ده ګلغونډۍ حاجي صاحب ستاسو اجازه ده ولې نه مهرباني اول دې ماشوم سره اگې دې مخیسته ستړی ماشي نوم دی ریحان الله ریحان الله اگې دې وخړې سهار چای دې چکلای هو نو نور نو چکلای دې مشرانو تاسو کله ښا ستانو چای دې محمد بهیر محمد بهیر جان ګلغونډۍ ته راغلی سات تیر شو هو چای دې چکلای ما کور کې چای وڅک تاسو په ګران چای نه درکړي دې ته چای نه مله دی ورکړي ستړی ماشي ستړی مسج جوړې نو مې یوسف دا د کابل راغلی دې ته چکر ته بس تاسو یو ګروپ یې تاسو امیر خان د کابل څخه دا بیا دوی کې ملمه یې منن تم ملمه ښه ماوی چې د سلوارډ نوستي او زه ملمه یم د خپل مابینو کې یو پورت لري مې نن زه د دوی ملمه یم ښه ډیر ښه تاسو بیا د کوم سیمه نه راغلي مونږ له خوشحال خان راغلي کورسنګي سیمه نه خپلوان دي کنه څنګه خپلوان مې دا د سب څو غوړي د ما زمين مې دي د کوکو زمين مې دي بس نو تم دې دی پټه لا کې پټه لا کې او خو بس د ملمه یم دې ځان ملمه احساس کړې دې ښه تم ملمه یو کنه نه زه مخکل دو سره نه دې ګروپ یو زمين ملمه ښه یو دایم ملمه دې او یو دایم نو ته څنګه دلته څنګه سور راز نیاز کوي نه مال ته نه پاتې نسې کوس ملمه یعنی دوی په استاذي ته دې سم ملمه سره او مال خپانه سي به ګلا کېږي کله مې درنلې دونکو ګلغونډۍ میله داسې ځوانان مشران او ښکلي ښکلي ماشومان راغلي او ګلغونډۍ کې دا میله سرته رسوي له موږ سره اوسئ د ګلغونډۍ څو ښکلي تصویرونه وګورئ خپرونه دوام لري درنو لیدونکو دوی سره دغه صرف د دې اوګي هغه خواند ګورم چې څه ډول اوګي پخ کړی دي نور زموږ د لاروي خبرونه دوام لري لموږ سره پاتې شي اول خو ستړی مشه جی صاحب جوړې وای هغه متل دی پښتو کې وای چې سل بللی ځای یو نه بلنه نه ځای خدای دې نه کوي چې دا سینې چې ځا په نه بلل کې څه چې موږ ملګری ورور بس دا تاسو راتګ دغه ته د موږ راتګ بس دا ډیر د خوشحالي ځای دی چې یو ځای کې سره کینو نشته هم او ټول بس خپل هغه سره وکړو دا یو افتخار ال تاجی سه باګی په خواله بیا وی چې د غزه د اوګی چې څه ډول بخم دي خواند بل موږ سره یو ځای ګوري نو زم کیناستلم حاجی صاحب شروع کړه بسم الله کړه والا جی صاحب آفرین ماشاءالله ډیر خوند اوره دی دا دوی چې تاسو پاس کړای خو یو څه در کې لیدلې دي څنګه
ډیرای دغه زموږ تاسو هیوادوال د کورنۍ لکه چې تاسو کوم فامیلی ورونه وریرونه او د عامه زمونږ خلک راوستي اتفاق او اتحاد نه لري، دوی ته څه پیغام څه دی؟ باید دغه ځې په اتفاق باندې یو ځای لاړ سي، یو ځای کښېني، هم یې طبیعت ښه کېږي، هم عمر ښه په سړي تېرېږي. درنو لیدونکو، زه به د حاجي صاحب سره یو څو مړۍ هګۍ وخورم. تاسو د دې ډېرې ښکلي تصویرونه له موږ سره یو ځای وګورئ. له موږ سره پاتې شئ، لاروي خپرونه دوام لري. هم با سپورت آمدیم هم با چکر؟ بله، یاد که برادرها از ورزشکاره ولایت کاپیسا هستن، دیگه اینجا میمان آمدین. کدام بازی را پیش میبری؟ فری فایت. فری فایت. چند تا بردی، چند تا باختی تاله؟ ما فعلا مسابقه ندارم. مسابقه ندارم. چی وقت مسابقه میکنی بخیر؟ بخیر دمی بیست سال. تاریخ بیست. شما استادی؟ بله. استاد جان، امیره بگو که در این رقم ساحه، در این رقم آب و هوا، سپورت چی قمزه میده؟ دیگه انشاءالله اگر چه خونه وردش هم میگن زامن سلامتی است، دیگه وردش نیاز برم تو یک مکانای تفریح، مکانای سرسبز نیاز داره که باید مهم تو یک فضا را بسیار، یعنی یک فضای مناسب است برای تامین، بسیار فضای خوب است. باز که اینی رقم گوشتم برش پخته کنی، باز چی رقم است؟ دیگه بسیار جالب، جالب تمام میشه. یعنی انرژی برش داده میشه؟ بله، صد فیصد. بسیار خوب. باز دیگه بین می شاگردایتان باز در تمرین میندازین بازی جور؟ حتما، باز ما میتواریم اگر وسایل ورزش آوریم، باز ورزش هم بکنیم اینجا. بخشش باشم، ما مزاحم شدیم، خیر ببینی. ما میریم دیگه، فقط یک نمایش میبینیم که دو نفر یک سپورت کنه، چطور؟ درست است انشاءالله. خواهی یک میزنی میکنیم، باز یکان جمناسک هم کار کنن بچه بازم. خیر ببینی. درنو لیدونکو، دیدن خدای پامانی خلو تاس دی کلی تصویری نو گرد سپورت لمنگ سر و سر لاروی خبرانه دوام داریم. حاجی صاحب ستړی مه شئ، مه جګېږه، مه جګېږه، جوړ خیر ښه جوړ خیرات ستړی مه شئ، جوړ خیرات بخیر، جوړ خیرات بخیر، ښه جوړ کښېنئ، کښېنئ، ډېره مننه، کښېنئ مهرباني. تاسو څو قصې وکړم، ومې لیدلی د لرې نه، نو ومې غوښتل چې یو ځل ستاسو پوښتنې ته هم راشو. د لاروي خپرونه ده، حاجي صاحب که ځان ورته معرفي. زه مشال ستانکزی یم، د لوګر د ولایت چکر ته راغلی. دلته چکر ته راغلی یو، ټول ملګري دغه ټول همکاران دي را سره، د روم سي پرسونال یو. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دلته راتګ څه باعث شول چې تاسو دلته؟ مو دفتر هم په کاپیسا کې ده راغلی و، بس دغه ازادې فضا ته سي، بس د ټولو ملګرو په مشوره سره دلته بس یو دقه تفریح وکړو. ډېر ښه. حاجي صاحب، ستاسو غوندې مشران چې د تفریح ځایونو ته ځي، څومره موږ ته خو ډېر ډاډ راکوئ چې داسې مشران هم راځي، هېوادوالو ته د پیغام څه دی چې باید خپل دغه ماشومان، خپل ځوانان ورسره بوزي او تفریح وکړي؟ وطنوالو ته زما دا پیغام ده چې بس ازاده فضا کې، بس د ښه وخت په تېرېدو سره د ښه ژوند وکړي،
آزاد فضا ته راوځي د صحت لپاره ګټه ده او نوره بس یو تب خوشی ده کوي بس ته ډېره مننه حاجي صاحب ستاسو مزایم دلته چې ما لیدل دیګ پخلی ترتیب مونږ چې شم پخوای پخای موږ خو بس روش په هغه کې ده په نظر کې ده نو وګورې سې سکی سې سکی دي ځینې وایي وایي چې روش تر ځلې شروع نه شي آشپز مو تکړه نه پیګو نه آشپز هم راوسته دي سر او آشپز را سره ده نو موږ به مونږ لګ چای ور سره کوو په څنګه آجی صاحب دیخ پروانه وقت مکم دی کاش تا سرم دیری قصه کردی وی دلتا والیبال که زوانان سرم ملک والیبال و که اجازه دیده دیره منن آجی صاحب کرو بدان خدر ملی دون کزوی دوی زوانان سای و لکس والیبال که خبری اتری مور سرکامه سلام علیکم جور بخیر خجور خیرات بخیر خجور خیرات استاسو نوم لگ را نجدیش از ما چنگ تا دیره بخن آوارم زمان نوم سیف فدین ده او ده کپسا ولایت ما فقط دومره ده چه یو گب پکی وی چه ده دفتر مسئولین خبر نشی چه مونجا کرتا پر رسمی و رس کراغلی کپیسا خو نجده ده دلتا پروان تا چم را خوان تر اخلی دیدی سیمین هوادوال چه رازی چم را خوان ده ده خو گلگوندی خو دیر نامی زیده او ده چکر لپاره دیر خم موقعیت ده او خلق معمولا په دغه موسم کې یو مشخص وخت لري مشخص زمان لري یو میاشت دو میاشتې پورې نو خلق تر ډیره کوشش کوي چې دلته راشي ساتي کې لکه څنګه چې تاسو نو خبرونه نور خلکو سره هم مصیبې درلودلې خبرې مو کړلې نو دلته خلک چکر ته راځي ساتیرې ته د خار د ګڼې ګڼې نه دلته یو شنه فضا ته راځي چې ساتي ستړی مش جوړ بخیر ښه جوړې ستاسو نوم نوم شفیع الله دی نیمی تخلص کړم د وردګ ولایت جاتول سوالی سدون کې ډیر ښه په لیدوم خوښ شول ما به څنګه د تفریح په پروان ولایت او داسې ښکلی ګلان مننه تفریح خو په ژوند کې د انسان لپاره ضرورت دی ځکه انسان باید هر وخت د کاري محیط نه لږ ځانونه ګوښه کړو او تفریح ته هم وخت ورکړو نو موږ هم نن د همکارانو سره وکتل چې دلته ګلغونډۍ ته راشو زه مخکې نه وم راغلی دلته د موال ځل دی چې دلته راغلم د نور ملګري مخکې هم راغلی وو زما موال بس نو خوشحاله شو چې د دواړه سره معرفي شول دلته هم سوم لیدل مننه د هیوادوالو د اتفاق او یووالي یو پیغام دی وزوان په صفات کې ورکړي ډیر بخښ د مو پیغام ټولو هیوادوالو ته دغه دی چې موږ او تاسو فقط موږ او تاسو کولای شو چې په ګډ اتحاد باندې په ګډ اتفاق باندې خپل وطن جوړ کو خپل وطن ته خدمت وکړو بهرني خلک او هغه کسان چې تل یې د موږ تاسو په منځ کې په یوه بل نامه باندې په قومي سمتي ژبني نمونه باندې په اتفاقي رامنځته کړي دي هغو ته موږ تاسو ټول نه ووایو او ټول افغانان په یوه ټغر باندې سره راټول شو د دې وطن د جوړولو لپاره ګډ کوښښ وکړو ډېر مننه کوو قدرمن لیدونکو زموږ د لاروي خپرونه دوام لري له موږ سره قدرمن لیدونکو د ګلغونډۍ هغه د ګلانو موسم دی نو آخر وختونه دي موږ همیشه کوشش کړو د لاروي خپرونه کې د هیواد همداسې ښکلا وي کلی ځوانان کلی ماشومان سپینګیرو سره خبرې اترې تر تاسو پورې در ورسوو له موږ سره اوسئ سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین بخیر همچنان شما خوب هستین نام شما نام عبدالباسد است عبدالباسد جان از کجا آمدین از سیدخیل آمدین سیدخیل یعنی از امی پروان آمدین پروان هستیم بسیار خوب جای مقبول دارین آه خوب هست دیگه باز دم گلگونده ای نام داره از هر جای افغانستان مردم میاد از هر جای تا از ایران میآیند اینجا دیدین رفیقای ما اومدین خوب بسیار خوب الا چی گفت که گلگونده چی رقم جای میگه میگه بهترین جای است ما دو نیم سال ایران بودم اما اینطوری جیت ما پیدا نکردم در ایران ها؟ در ایران سلام علیکم نام شما؟ اسم حمیدالله نبیس خب از کجا آمدین بخیر؟ از طرف پروژه تایمنی دیگه خب از تایمنی آمدین بسیار خوب جسم نام شما؟ نظیر عالمی خب از کجا آمدین شما؟ از کابل مانز مانزم نزدیکای شما خب بسیار خوب دمی سر قدم میزدین چقدر احساس خوشی و از طبیعت چقدر لذت میبود؟
بسیار خوب یه زای بالایی است که تمام گفتگان شعر فروان آدم عزیز میتونه ببینه. مزه میتونه. بله لذت داره. بله. بسیار خوب. از گلا چقدر لذت بردی؟ گلا بسیار خوب است. نام خدا بسیار خوبشن. شگفتن خوب است. عالی شده. آجی سب شما پیش آمده بودین، شما خوب کلان هستین، از ما که عمرتان زیاد است، چقدر احساس خوشی میکنی که در یک فضای امن در هر جای میری؟ خوب است، از شعر کابل و شعر کابل که برای این طرف ها بیه بسیار هوای آزاد است، دیگه گلای بسیار مقبول است، برای شما خوب است یکی یک هوای آزاد نیست در برای شما میبین آدم چه قسم گلای مقبول ایجا است، دیگه گوهای مقبول است، از تمام شعر را گفتم که از این بلا کنم آدم میشه، تمام شعر را میتونه ببینه، بسیار خوب شد. خیر ببینین که با ما وقت دادین، تو مانده واری معلوم میشی، در اینجا قدم زدی چطور؟ یا گفته کن راه بسیار دراز بود دیگه زیاد دموتر کنم میشه ندم مانده میشه خیر ببینم که با ما وقت دادیم زنده باشیم خدا خیلی سلام علیکم و علیکم بخیر خوب استین بخیر نام شما نام زلگی چطور است آب هوای گلغندای والا خوب شد خیلی آب هوای بالا داره دائم مردم وقت گل که میشه مردم میجیم خب بسیار خوب شما از کجا آمدین ما از پارون لسواری سید خیلی خو یعنی از امیجا هست از امیجا هست ما دیگه بسیار روزانه چند دفعه باز میایید روزانه ولی نه اومدی یعنی ما وقت این کلش خلاص شد اول اومدی اینا بگوین که شیریخ چاریکارم نام داره شیریخ میرین آ شیریخ بازیاتر شیریخ حاجی جان آقا دیگه بیخی نامیست زیاتر مردم از شیریخ هست آ بالا است بسیار خوب نو دی لاراویخ پروانه دوام لري مو شیریخ هم خرو شیریخ تم ورزول مو سره اوس قدرمن لیدونکو تاسو په غونډي ولې د خوست په دې سفر کې موږ راتلل مو مختل چې پروان شریخ په نامه دی او جوسب تورزو دغه سره خبرې کوو د شریخ په اړه همدارنګ یو شریخ مخرو السلام علیکم او جوسب خوب هستین بخیر خانه خیرتی هست خوب هست تشکر شما بسیار بالا هستین چطور است زندگی روزگار بخیر چطور است چیزی که رضای خدا باشه رضای ما شما در رضای خدا سب هر جایی که مردم میگن حاجی صاحب جان آقا پیش حاجی صاحب جان آقا میره چطور راز ده چی است حاجی صاحب نفس تکام کو نو میکشی در پگای بیا کوسه بس چی اگا پیزادی حاجی صاحب جاو جاو برفوش گندم گندم اینا لینجام شیریخ بخو خی که یک جای دگم برو بخو پروان که از میمونخانه افغانستان است از هر نگاه میوه زیادتر داره هر کی که قدم های جوانه ما چشمایی ما را میمونه آجی صاحب یک سوال متفاوت میکنم اولین دفعه که در ذهنت آمد که ما باید اینی رقم یک کاربار جور کنیم در ذهنت هست؟ آه ما 20 ساله بودم که دمی کار اقدام کردیم شاگردی که کسی نکردیم خودت همی از قلبم همی تیامد همی شیر پاک خریدم جوج دادم همی را بوره پرتافتم دادم مردم گفت همی بسیار بالاست حالی سینی تان چند است آجی سه پرسان کنم یا نه؟ از 80 بالاست از 80 بالاست و جوان است آجی سه؟ ساله بودم این کار را میکردم آجی سه این شیر باز از کجا میکنم؟ فارم برای جور کردی یا نه؟ نه از همی دشت جمع میکنم نیم نیم سیر رگ سیر چار پاو ده ده پاو سه ست پاو بسیار خوب آجی صاحب شما باز شیریخ روزانه چند دفعه میخورین مردم همی در ذهن این سوال می آید که آجی صاحب خود شیریخ میفروشه باز در روزانه چند دفعه میخوره شیریخ تو راست که میخوری هم جوت تیره کش میکنه قلب شش رگ پیت این چیز نیست که در جان دیگه چیز شوه این بسیار شیر پاک است نه خود آجی صاحب چند دفعه میخوری اما هر چقدر که اشتیاق میخوره یعنی میخوری روزانه امی شیریخ میخوری حاجی صاحب ماشاءالله که متو تر و تازه هستی ها شکر امی وقت برنامه ما کم است حاجی صاحب زیاد قصه میکردیم امی فقط یک شیریخ تون میخوریم و دیگه خداحافظی میکنیم صحیح است حاجی صاحب خیر ببینه که به ما وقت دادی اگر کدام پیام داری به کمره بگو پیام ما قدارم که افغانستان آرامی شده خلق پاک آرامی را آورده کسایی که از وطن ما رفتیم پس از وطن ما بیان خالق پاک برکتا را از آسمان تا کنه ملکا را قمانده کنه برکتا را خدایا ما گریسه پی شدیم الهی جوانای ما را عمر 4000 ساله بسازی آمین آجی صاحب شیریخ بسیاری کلان شیریخ خورد شیریخی هسته که سابق
کسایی که نامزاد می باشه و شیرین خوریسی ما خود پت شدن در پشت ساری 20 نفر، 30 نفر، 15 نفر 80 نفر، 100 نفر کسایی که نامزاد میشه و تو شیریخ میکشن هر که کتا کاسا چین اندازش میگرم میرم میخورم حاجی صاحب، این شیریخ چقدر اندازش چقدر ای؟ اینه میره یا 40 نفر بخوره میشه 40 نفر این خورده میتونه حاجی صاحب؟ ها؟ شیار زیاد نیست؟ نام خدا یک دفعه بخوره، مره یک قاشق بره بچه مره قاشق خورده من میترسم که تو 14 بله نخوری چطوره؟ کسی که دهی خیانت کنه خدا خرابش میکنه یکی یک شیر پاک است هر بشری که باشه دهی خیانت کنه خدا خرابش یک آدم میتونه که اینی قندازش بخوره؟ ها؟ اینی که بخوره؟ ها و هیچ رو نمیتونه خودت چقدر خورده میتونی؟ من روز 4 دفعه میخورم 5 دفعه میخورم 6 دفعه میخورم درانو لیدون که موږ به د شیریخ وخورو د حاجي صاحب هغه لورینه وه چې شیریخ یې راوړه او دومره په زړه پورې شیریخ تیاروي ډېره مننه حاجي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو کور مو ودان خیر سي قدرمنه او درنو لیدونکو دا وه زموږ د لاروي خپرونه د پروان ولایت ښکلاوې مو ولیدې او همدارنګه ګلغونډۍ مو ولیدله د هیوادوالو مینه مو ولیدله د حاجي صاحب قدردانۍ مو ولیدله تر بلې لاروي خپرونې مو په پاک رب سپارم ښه وخت او ښې چارې ولرئ زړونه یم دې صفتی همیشه دې زمان.